دست چمدون پر سفرای شاد پر عشق و حال ناب. سلام خدمت شما دوست عزیز، حالتون چطوره؟ لشکر شکن هستم از استودیو صدای همراه. اسپانسر این برنامه استودیو صداهای همراهه که تولید کننده محتوای صوتی و تصویری کنار شما هست، همونطور که همیشه بوده. اگه کار ضبط صدا داشتید، کار تدوین صدا داشتید، میخواستید خواننده شید، میخواستید گوینده شید، پادکست میخواستید درست کنید، ما هستیم در خدمتتون. این پادکست هم به صورت لایف داره ضبط میشه. الان ما تو قسمت دوم یا اپیزود دوم از پادکست چمدون هستیم و ما الان تو بازار قدیمی رامسر هستیم، بازار تره‌بار، بازار لباس فروشی، بازار میوه فروشی، بازار طلا فروشی، همه چیش یه جاه. یعنی اصلا یه مغازه طلا فروشی بغلش میوه فروشیه. خیلی عجیب که هستش همینه. اومدیم زیتون بخریم، اومدیم ببینیم اصلا ماهیتش رو ببینیم، کیف کنیم. و واقعا کیف کردن داشت، خیلی قشنگ بود، خیلی زیباست. حالا خیلی جاش مثلا لوازم آشپزخونه یا لوازم آرایشی بهداشتی ها قیمتی فرقی نداره، ولی از نظر اینکه انواع اقسام زیتونا هستش اینجا، زیتونای خیلی با کیفیت و درست حسابی اینجا میتونید حتما بهش سر بزنید. خب با این قسمت دوم رو شروع کردیم. البته لباس فروشی هایی که توی خیابون، یعنی برای خیابون هستن، خیلی لباس های خونگی جذاب تری دارن. خیلی میبینیم عسل میذارن بیرون میفروشن و میوه فروشی هاشون اصلا میوه های روز رو دارن، از جمله سیر که توی این فصل وجود داره، آب نارنج هستش، یعنی قیمت میکنیم. و زیتون هم از 85 شروع میشه تا 200 تومن، بهترینش 200 تومنه. قطرش میگم این قطر بزرگا 2 سانتی قشنگ بزرگ پرگوشت، ولی خودشون همیشه پیشنهادشون جنگلیه. حتی رستوران هم وجود داره اینجا دیگه. بریم ببینیم میشه کت ماس زد یا نه. یک کت کبابی هم تا این بازار هست که به ما داره اشاره میکنه که بیا. بریم ببینیم چی میگه. ما تو گوشه ای از بازار یه سری برگای سرخس دیدیم، هم طوری افتاده خیلی زیاد. بعد پرسیدیم اینا چیه و ماجرا چیه، گفتن اینا برای ازگیله. گوشه خیابون آب نارنج فروشی ها که هستن، کنارشون ماس فروشی چکیده خیلی خوبی هم هستش، چون تو خانه نمه بارون میزنه، بوی دود چوب و اینا الان میاد. بریم ببینیم چی پیدا میشه. این کت کبابی واقعا ما داره میخونه یا الکی داره میخونه؟ این در حال بررسی هستی. خب اما ماجرای پا قدم ما، آره نشو تخفیف بگیریم. میدونیم ماجرا چیه؟ اینی که ما هر جایی میریم پا قدم اونطوری که همه میان اونجا. الان خلوت بود، جا برای سوزن انداختن نیست. خیلی مردم یهو انگار حواس کت کباب میکنن، نمیدونم ماجرا چه قراره. این موضوع هنوز حل نشده برای خود ما هم، یعنی اگر بتونیم بفهمیم که چجوری داره اتفاق میفته این خیلی قشنگه. حالا بماند که ما داریم در تعطیلات کشور هم تأثیر میذاریم. اینو بعدا دوستایی که منو میشناسن براشون توضیح خواهم داد که ماجرا چه قراره. بله ما هنوز در روز اول یا شب اول اقامتمون توی رامسر هستیم. بچه خیلی به روز شهرش، خیلی خیلی پیتزا فروشی ها، فسفود های مختلف قابل رقابتی با تهران کرج داره، خوبه. و نکته مهمش امنیت شهره، اینکه کسی به کسی کاری نداره، درد سر نداره، شهر آرومه. اینا رو همه رو میتونید ببینید. همین الان که دارم صحبت بکنیم یک خیابونی بود که ما رفتیم، بهتون گفتم رفتیم قشنگ این بازارهای محلی شو دیدیم،
میدون امام بوده. حالا قیمتش هم بد نبود، گفتم امروز زیتونش میتونه متوجه شه که چه جوریه قیمت. یه مسیری هست همینطوری پیاده رویی، داریم قدم میزنیم به سمت اقامتگاهمون و اینکه سر راه چهارتا تخم مرغ محلی گرفتیم، اونه 8000 تومان ما حساب کرد، فکر کنم کرد تو پاچه‌مون بدی. ولی میگم باز ما رو دید گفتش که بیاید براتون جنس خوبشو بدم، نمیدونم حالا فرق تخم مرغاش چی بود، ولی خب مرا معرفت گذاشت. یه موقع هم هستش که ما اشتباه داشتیم به مسیر رو میرفتیم، به ما گفتش که بیا راه درستش اینه، کمک کرد، راننده اسنپ بود، مثلا 2-3 تومن هم بیشتر گرفت ولی راه درست به ما نشون داد. اشتباه یکی راهنمایی کرده بود، اون اومد درستش کرد. بعد که این مسیر رو میگم ما اومدیم پیاده روی کردیم، خیلی آرومه، خیلی خوبه و این مناسبه. این یعنی اگر حال و حوصله دارید اینطوری سفر کنید، این مسیرهای شبونش خیلی امنیت داره و خیلی خوبه. موضوع دیگه این که آب شهر بو میده، حالا نه منظور این که بریزه رو دستت بو بگیره یا بری همون سرتو بشوری بو بگیره ها، نه منظورم اینه که اگه بخوای بخوری بو داره، مزه داره. اگه اهل چایی هستید، فلاسکو بردید، آب جوش میخواد که دکه ها دارن، سوپرمارکت ها دارن، اگر هم اقامتگاهی دارید که حالا خودش کتری داره، قابلمه داره که میتونی آب داغ کنی روش، من ترجیح میدم که آب معدنی بگیرید، 2 تا بطری آب معدنی بگیرید و 2 روزتون کافیه، چیزی میخواید درست کنید اونجا باشه، به دردتون میخوره. اینا رو هم داشته باشید تا بعد ببینم باز چی به ذهنم میرسه بهتون بگم. آها، برنامه فردا صبحونم که صبحونه لب ساحله که تا اقامتگاه فکر کنم 1 ربع راهه، صبحونه لب ساحل، چای لب ساحل و بعد ترک اقامتگاه به مقصد جنگل جواهرده. این برنامه است. حالا چه برنامه های دیگه رخ خواهد داد رو بهتون میگم. خب یه وقتایی هستش که ما اشتباه میریم یه راهو، هیچ عیبی نداره که بگی اشتباه رفتم، ولی این که بخوای همون راهو اشتباه بری اینه که ما فردا صبح پیاده از تونکابون سر در میاریم. یه لحظه جی پی اس رو چک کردم دیدم اصلا کلی مسیر رو ما داریم اشتباه میریم. بگویم بابا چه پیاده روی خوبی، چه محیط آرومی. حالا همه جاش آرومه، اینجا هم که الان درست شد یه ساعتی دور خودمون چرخیدیم بعد فهمیدیم که چپ و راستش چجوریه. آره حالا باز میگم اگر خبری شد بهتون میگم ما رو جرات چه قراره. همه چی اینجا آرومه، هوا عالیه، ابری، می خنک، یخ نه خنک. خب این موضوع هم به عنوان آخرین موضوع باشه به یادگاری اینجا که برنده شادترین رفتار امشب میرسه به اون آقایی که سر 4 راه فکر کنم فلسطین بود، نمیدونم دقیقا چی بود، یه فروشگاه 7 هم کنارش بود وایساده بود سوت میزد، از این سوت ها هستش که فوتبالیست ها تو فوتبال میزنن، سوت میزد برای همه، سوت میزد. حتی الان که شاید 2-3 کیلومتر ازش رد شده باشین فکر میکنم بازم داره سوتشو میشنوم، به قدری بلند سوت میزن. جایزه همت طلایی میرسه به این آقا، دمشون گرم، واقعا خیلی قوی سوت میزدن. دوباره و دوباره سلام خدمت شما دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. روز دوم سفر رو داریم براتون میگیم که ما امروز صبح اومدیم دریاپشته، ساحلش یه ساحل سنگی چمنی
پر مرغای دریایی و پر نمیدونم قاز اردک سیاه، یه تعداد کمی هم چیز اینا مرغای دریایی هست. اومدیم اینجا که بعدش بریم تلکابین سمت چابکسر، بعد ببینیم اونجا چه خبره، از جزئیات اونجا هم براتون بگم. ساحل اینجا خوبیش اینه که خیلی خیلی ساحل آرومیه، خیلی ساحل زیباییه و فکر میکنم کارتینگ هم داشته باشه. وسایلش که هست، برم ببینم کارتینگ داره. اون بار که بودیم سمت توسکا که بودیم دیشب، پرسیدم ازشون که الان از این کارتینگ ها دارین، این ماشین هایی که سوار میکنن دور میزنن دارین؟ گفتش که نفری 300، دو نفر 400. حالا بذار من برم بپرسم اینم اینا هم دارن یا خیلی، که جزئیاتشو براتون بگم. بچه اینم بهتون بگم، تخم مرغایی که تو خود شمال هست مرغای خیلی خوشمزه ای. من خب تخم محلی میگیریم، ولی این یه مزه دیگه ای داشت. حالا من پیشنهاد میکنم اگه اومدید که حتما اینو تست کنید. حالا من از یه رودخونه میخوام بگذرم، نمیدونم از کجاش بگذرم که خیس نشه. بذار گوش بذارم تو جیب بعد بهتون میگم ماجرا رو. خب متاسفانه پروژه شکست خورد، رودخونه عمقش زیاد بود، ما هم کفش و دمپایی و وسیله درست حسابی نداشتیم، متاسفانه نتونستیم بریم قیمت کنیم کارتینگو. شاید یه سمت دیگه بریم، یه سوی دیگه بریم، شاید هم نریم اصلا. داشته باشیم الان بهتون میگم ماجرا چقدره، ببینیم میشه یا نه. سلام. حال شما چطور؟ خوبی؟ خسته نباشی. چه سوت قشنگی میزنی، موزیک قشنگی. شما برای همین محلی؟ اینجا بهش میگن ساحل دریا پشت. آره؟ نه اینجا نیستش. کجاست دریا پشت؟ این پارکاویه. خب یه ذره میری اون برون آهنه هستن، اونجا ساحل طلاییه. دریا پشت باید از جاده برین، چون میری اونجا یه رودخونه است، رودخونه رو باید. آها نمیتونین کفشاتو باید در بیاری، ولی باید برین جاده حدودا یک کیلومتر جلوتره دریا پشت. خب بعد اونم ساحلش تر به ماسه‌ای، ولی همون بهترین ساحل همین آهنه هست اینجا. آها بلا بهترین ساحل همین جا در رامسر. آها خیلی خوب، مرسی. ممنون آقا، خیلی لطف کردی. قربونت، سلامت باشی، روزت خوب. خب ما با این همه کیف و حالی که اومدیم اینجا کردیم، تازه متوجه شدیم که اصلا اینجا دریا پشت نبوده. ما برای آقای راننده زده بودیم که کجا ما رو بیاره، ولی متاسفانه این اتفاق همیشه تو سفر افتاده میفته و اصلا چون ما اینجا رو نمیشناسیم و بعضی هم همت نمی کنن که مثلا تا اونجا بره ترجیح میده پول کمتر بگیره. یعنی واقعا اینه دیگه، چون این محلی همینجا بود راننده اسنفه، کارو نصفه انجام میده، پولو هم مقدار میگیره، یعنی به نسبت پولی که میگیره کارشو انجام نمیده. و اومده ما رو کنار یه ساحل که بریم اینجا. حالا شاید هم نمیدونسته کجا، البته من لوکیشن زدم چون دریا پشت رو سرچ میکنی براتون میاره. بریم حالا ببینیم چی میشه، احتمالا بریم یه دریا پشتی سر بزنیم یا سر طلایی، یا نمیدونم شاید هم بریم تلکابین. هم اکنون صدایی که میشنوی صدای تلکابینه، ما رو خفت کردن، خودشون هم خندیدن از اینکه ما رو خفت کردن. منظور چیه؟ آقا تو تلکابین گذاشتی نفری 346 هزار تومن هم داری میگیری، ورودی نفری 15 هزار تومن دیگه هم گرفت. برای چی خوب آقا بهش گفتم برای چی داری میگیری؟
خودش هم نمیدونست برای چی داره میگیره و خندید، گفتش که کدوم وار داری پول میگیری دیگه، برای چی اینجا پول میگیری؟ بلیتتو همینجا بگیر اگه میخوای بگیری. و واقعا این حرکتش خیلی فول بودش، یعنی اصلا نیاز نبود این کار بکنن، همون قیمت اون وار رو دو برابر کنید یا قیمت اون وار رو بیشتر کنید. که ورودی چیه؟ حالا من نمیدونم، شاید به خاطر پارکینگی که اینجا گذاشتن و برای ماشینا که 50 تومن هم بود گرفتن، برای هر نفر 15. شیبش خیلی زیاد شد، یعنی دقیقا راسته این کوه رو که زیرش هم پر درخت پرتقاله. چقدر درخت پرتقال بچه ها، اینجا خیلی درختاش پرتقاله. بعد الان قشنگ عمود داریم میریم بالا، یه جای خیلی جالب. بذار من ویدیوش هم میگیرم میذارم براتون. خب بچه ها سوار تلکابین شدیم، چه جای جذابی بود. تا برسه بالا حدودا 14 تا ایستگاه رو رد کرد، 14 تا از این دکلا رو رد کرد، اومد بالا. بودن 10 دقیقه تو راه بودیم تا برسیم بالا. امبینس محیط هم گوش بدید، کیف کنید. خب این صدایی که الان دارید میشنوید بالای جنگلای اطراف رامسر که تلکابین میبره تا اون بالای بالا. و خب ما اومدیم تا انتهای جایی که وجود، البته بالاتر هم وجود داره، بارون شدید شد، توی آلاچیقا نشستیم، جاتون خالی، یه مرغ ترش، خورشت مرغ ترش همراه داشتیم، گرفته بودیم آوردیم بالا، زدیم به بدن، چای داشتیم بعدش زدیم به بدن، تخمه و آجیل و اینا هم داشتیم، اونا رو هم زدیم به بدن. بعد شاید باورتون نشه ولی این طبیعت غذا زیاد میطلبه. الان ما داریم کتلت هم آماده میکنیم که بزنیم به بدن، کتلت و چیپس و گوجه و همه اینا. تازه یه لیوان چایی هم بعدش میخواییم بخوریم. نگم که اینجا به شدت همه چی میچسبه. مثل از این آجیل ماجیله رو همین نونایی که داشتیم رو خورد کردیم ریختیم دوروبر. پرنده های کوچیک وحشی که الان صداشون رو دارید میشنوید به شدت با سر دعوا اومدن و علی یکیشون هم حتی جلو منه اومد نونا رو دوتا دوتا میاد میبره، نمیخوره، احتمالا میبره برای بچه‌هاش یا تو لونه ذخیره کنه. همینطور که نشسته بودیم بارونم گرفته بود و دیدیم یکم هوا رطوبت رفت بالا و موج این مهی که داشت میومد سمتمون رو قشنگ دیدیم. و الان ما تو جایی نشستیم که شاید مثلا 5-6 متری خودمون رو نبینیم، اینقدر مه زیاد شده و رطوبت بسیار بالاست. به قدری لذت بخش این هوا که من خیلی دوست دارم تو کرج تهران همچین جایی باشه، آدم بره اون بالا فارغ از همه مسائل بشینه نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت کیف کنه، لذت ببره. آره فکر کنم دیگه باید این قسمت هم توی همین بالا به پایان برسیم، یعنی انتهای قسمت دوم از پادکست چمدون فصل رامسر کنکاوون به پایان میرسه. امیدوارم که بله صدای چیپس اب نداره، چیپس هم میخواییم توشون بریزیم، خیلی لذت بخشه. بچه ها یادتون باشه اسپانسر این مجموعه این پادکست استودیو صداهای همراهه که براتون نگم که چه کارایی میتونه بکنه دیگه، از صدا برداری و آهنگسازی و موسیقی فیلم و تدوین ویدیو و آموزش گویندگی و دوبلاژ و اینا بگیر تا اجرای تئاتر و نمایشنامه خوانی و دورخوانی. نریزه خانم، نریزه. خب بچه ها به خدای بزرگ میسپارمتون، ایام خیلی خیلی خوش باشه.